و بحث مربوط به جلد و زیبایی با جناب دکتر صاحب محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی و همچنان مسئول شفاخانه جلدی زیتون و کارشناس محترمی که سالهای قبل در برنامه حضور داشتن و شما بارها جای احوالشان شدین و درخواست داشتین که شان در برنامه تشریف بیارن و موضوع بحث ما هم در ارتباط با جلدی و زیبایی و تحولات اخیر است. دکتر صاحب بسیار خوش آمدین. خوشحال هستیم که بعد از مدت ها شما را جور صحتمند میبینیم. سلام و ادب دارم خدمت شما تمام بینندگان عزیز تلویزیون رای فردا. امید است همه جور صحتمند باشن. سلامت باشید دکتر صاحب. خیلی خوشحال هستیم که در امروز البته روی موضوع جلدی صحبت میکنیم. اگر سوال اول از اینجا شروع شود که وضعیت اخیر کشور، نگرانی ها و همچنین وضعیت روحی اکثر هموطنان ما چندان خوب نیست، چقدر بالای جلد میتونه تاثیر منفی بگذاره؟ بله، البته پیش از پرداختن به این سوال میشه که یک سوال ما داشته باشه دکتر صاحب، که شما جوان ماندین روز همین مهارت های جلدی و زیبایی شماست یا خب به این قسمت شاید ژنتیک یا ارثیت نقش داشته باشه ورزش؟ بسیار خوب، دو مسئله مهم. بله. بسیار عالی. خب راجع به سوال باید بگویم که در اواخر بعض حوادث و تغییرات و تحولات بود، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی. بحث سیاسی رو به سیاست مدار میمانیم، هم از نظر روانی پیش مردم که میتونه بعض امراض جلد تشدید کنه، شدت ببخشه. کرونا یکی از مشکلات بود در اواخر که سبب شد تا چرخه اقتصادی رو آهسته تر کنه و حوادث سیاسی آخر تانست که چرخه را تا فعلا متاسفانه بیخی کند کنه و سبب شاید تا اقتصاد مردم خرابتر شد. این خودش میتونه در فامیلا در جامعه استرس یا استرابا را پیدا کنه و سبب شاید تا بعض امراض تجدید شد. مثلا ما بعض امراض نام میگیرم که با حالات روانی خراب و فشار روانی میتونه که شدت پیدا کنه. مویروی پیش خانما، مویروی یکی از علتهای عمده خود افسردگی است، خود مشکلات از پیش خانما پیدا میشه و علت مویروی میتونه یکی از عواملش تاثیرات خراب اجتماع و اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی باشه که ما متاسفانه اواخر هر دویشه داشتیم. مشکل دیگه ای که با تغییرات زیاد میشه، با استرس ها زیاد میشه، او خوردن ناخن است که بعض افراد دارن ناخن های خود میخورن و ناخن های خود با دندان کوتاه میکنن که چندین برابر شدت پیدا میکنه. بعض افراد عادت دارن که موهای خود میکنن که به نام تریکوتلمانیا یاد میشه یا جنون موی کندن، این هم پیش افراد زیاد میشه و مشکلی که بسیار معمول است و پیش افراد زیاد میشه خود جوش جوانی یا جوانیدان است. یکی از فاکتورهایی که جواندانه را زیاد میکنه خود استرس یا فشارهای روانی است و این میتونه سبب تجدید جواندانه با بسیار وقت کم و بسیار شدت زیاد شوه که متاسفانه چند موارد در اواخر زیاد شده و خود استرابی که بین مردم پیدا شده. خوب شاید حوادث و قضیات خراب نباشه اما مردم زیادتر ترس خوردن، چون این نسل ما نسل است که زیادتر مشکلات دست و پنجه نرم نکردن. زمان ما چندین دوره رو به میالت تیر کردیم و کم کم با این حالت عادت میکنیم و بعد از چند وقت مردم انشاءالله با این مشکلات عادت کنه و چرخ اقتصادی پس دوباره فعال شوه تا استراب مردم کم شوه و امراض کم شوه. بسیار خوب. 020-250-34-44 020-250-38-88 دو پول ارتباطی هست که شما عزیزان میتونید از داخل و خارج بعضی پرسش ها و مشوره هایی که نیاز است با دکتر صاحب مطرح بکنید و ازشان دریافت. و مسئله بسیار مهمی که وقتی که ما شخصیت ها و متخصصین ما در برنامه حضور پیدا میکنن، مخصوصا کسایی که در بیرون از کشور بیننده هستن، یک امید به زندگی برشون پیدا میشه که بله در افغانستان ما متخصص داریم، دکتر صاحبا داریم و افراد دلسوز به مردم که یک از او جناب دکتر صاحب صبور صابر هست. اشتباهات خود افراد دکتر صاحب چی از در خرابی جلدشان در اواخر؟ شما گرشن از خیلی عوامل و نمونه ها میاد کردین و خود افراد اشتباهاتشان در کدام مورد بیشتر؟ سوال خیلی خوب است. اشتباهات افراد در چند بود میتونیم ارزیابی کنیم. اشتباهات افراد در قسمتی که دوای خودسرانه استفاده میکنه بسیار زیاد است متاسفانه. تنها افراد نه، بازار بدون به حساب بازار است که هیچ وقت تحت کنترل نبوده، نظارت نشده، ارزیابی نشده، با خصوصا بازار مواد کازمتیک میتونه یکی از عوامل باشه که دواهای بدون
استاندارد یا با استانداردهای پایین داخل افغانستان شود و به صورت گسترده بین جوانان خصوصا این پخش شود با استفاده کردن. مثلا ما به طور نمونه میگیم که بعض کریما هست، استرویدا هست که در بازار به صورت گسترده فروخته میشه و حتی در سیمساری ها بین جوانان در دواخانه اینا سبب میشه تا به قسم ادکشن یا عادت بین جوانان مورد استفاده قرار بگیره. درست. در ابتدا این کریما یا این پومادا میتونه صورت بسیار خوب نگاه کنه، بسیار التهابش کم کنه، رنگش خوب کنه، عمو سرخی رو کم کنه، اما آهسته آهسته تاثیرشان از بین میره، عوارضشان شروع میشه که این عوارض عبارت از خشکی پوست، پوستک شدن پوست، مقاومت پوست در مقابل حرارت پایین میه، موهای اضافی پیدا میشه و بالاخره بخارا پیدا میشه و تغییر رنگ پیدا میشه. درست. که از یک فرد به دیگر فرد، فرضاً یک نفر استفاده میکنه در وقت اول بسیار خوب میباشه، مگه من کریم استفاده کردم، شما هم استفاده کردین و این بین جوانان بسیار زود پخش میشه و حتی ما متاسفانه بعض سیمساره یکان روز بعض وقتا که بازار میره میبینیم میگه کریم زده چروک، زده لکه، زده بخار با 100% گارانتی، چیزی که اصلا دنیا ای ادارت شاید 100 سال بعد دیگه هم نکنه. بله، عین کریم با سه بر سه مشکل، این یک بودش و عین کریم با گارانتی، تبابت هیچ گارانتی نداره، تبابت درصدی تاثیر خود داره. درست. مثلا هیچ دوا 100% مؤثر نیست، پیش بعض افراد زیادترین مصرف خود بیشتر از 80-90% داره، پیش بعض افراد شاید 20% نتیجه داشته باشه، پیش بعض افراد شاید عوارض کنه. پس تبابت یک پدیده تام نیست، نسبی است. دواها که استفاده میشه، روش هایی که استفاده میشه همیشه به صورت نسبی تاثیر میکنه. فرضاً بعض مریضا مراجعه میکنن میگه تو 100% گارانتی میکنه، نه ما گارانتی نمیکنم چون چند بود است، تشخیص یک بود است، مؤثریت دوا دیگه بود است، کیفیت دوا دیگه بود است و استفاده دوا توسط مریض به صورت منظم دیگه بودش است. درست. و این بودا قابل کنترل است، میتونه که بخشا را ما کنترل کنیم، اما یک بخش که هیچ کنترل نمیشه، عکس العمل پوست هر فرد با مواد مختلف فرق میکنه، این بخش هیچ پیش بینی نمیشه و کنترل نمیشه. به او خاطر همیشه دوایی که استفاده میشه نظر به پوست به صورت در صدی انتخاب میشه. مثلا 100 نفر یک دوای مؤثر برام دوا و زمان مؤثر است که 100 نفر بیشتر از 80-90% نفر تاثیر داشته باشه. درست. یعنی درصدی مؤثرتش خوب باشه. هر دوایی که باشه یک تعداد مردم حساسیت خود نشان میده، عکس العمل خود نشان میده، اما به این معنی است که او دوا خراب است یا دکتر درست تشخیص نکرده. بسیار خوب. دکتر صاحب شما مدت زیادی در کابل فعالیت دارین، ما اگر به یاد داشته باشم دقیق حدود 10 سال میشه یا بیشتر از این فعالیت دارم. از سال 2002 ما فعالیت دارم. بسیار خوب. تو هنوز نوآوری ها دستاوردها در عرصه تداوی جلد و زیبایی چی هست و شما چی بخش های را اضافه کردین، چی بخش ها کم شده و متخصصین ما چگونه تربیت یافتند این چند سال؟ خوشبختانه دو دهه اخیر با وجود مشکلات زیادی که داشت در قسمت روابط بسیار دهای خوب بود به افغانستان. درست. روابطی که ما با بیرون داشتیم، دوستا میرفتن برای تحصیلات خود، برای دوره میدیدن و آموزش های خود میرفتن به خارج، ارتباط خارجی های جمعی آمدن، این یک سیستم بسیار خوب بود با وجود خیلی خرابی های خود که داشت و ویش ما گفتم بخش سیاسی و اقتصادی شمیمان به اهل پنش، اما در بخش علمی ما دستاورده خوب داشتیم. تقریبا ما همگام با تمام دنیا بودیم. درست. تا امروز ما همگام با تمام دنیا هستیم از نظر وسایل، از نظر روش ها و متد ها، چون هر روشی که به دنیا خصوصا در بخش جلدی شروع میشد، موفق میشد، قبول میشد، سال آینده یک از کنفرانس ها او ارائه میشد و در کنفرانس حتما یکی از دکتر صاحبای افغانستان می بود. خودم شخص کسی بودم که همیشه هیچ کنفرانس را نمیخواستم که از دست بدم. ماشاءالله. همیشه میرفتم و سال 4-5-6-8 سفر ما داشتم و این یک دستاورد بسیار خوب بود و چیزایی را که فعلا ما گفتیم از دست میدیم، اقتصاد از دست دادیم بعد وقت. درست. برای فعلا تاثیر منفی که در بخش جلدی زیبایی کرده، اقتصاد خراب. خوب این شاید یک وقفه اقتصادی باشه. بله. یک وقفه اقتصادی باشه، نمیگیم خراب شده، هنوز یک وقفه است تا سیستم جور شود، سیستم بانکی جور شود، معاشات جور شود، تا تجارت ها پس شروع میشه، یک مدت زمان را میگیره، امیدم ایجاد شود. بله، برای کارمند هر تحول ما باید بگیم که یک زمان میگیره تا ما به او عادت کنیم. پس انشالله امید است که انقریبی مشکل حل شود و سراسیمگی مردم از بین بره، چیزی که در بین جوانان متاسفانه هم کادرهای علمی که داشتیم یک تعداد زیادشان در حالت فرار هستند. یک تعداد مردم رفتن و کسایی بودن که یک کیسی داشتن، یک مشکلی هر چیزی داشتن، اما متاسفانه اونا سبب وحشت به دیگران شدن. بله بله بله. که یک تعداد زیاد کوشش میکنن که بران. هر کس مریض مهمه، دکتر صاحب نرفتی؟ نه، کجا برم؟ در این وطن پیر شدم، روی سفید شدم، کجا بخوایم برم؟ و هر جایی که بریم ما از نظر
اجتماعی افراد درجه دو هستیم. خصوصا در سنه که بعد از 25 بالا میشه با کارهای شاقه، کارهای خشته دیگه، کسی که درس خوانده و تحصیل کرده فکر نکنم به او کارها هم خوش باشه و هم تن بده. به خاطر بودن ما در افغانستان ضرور است. افغانستان خانه ماست، ان شاء الله افغانستان جور میشه هر وقتی که باشه. بسیار خوب، ما هر وقت برای هماهنگی به شماره تون تماس میگیریم، از همکارا جواب میتن حتما. دکتر صاحب و متخصصین دیگه، از دکتر صاحب چطور بود در 20 سال یا دو دهه اخیر تعلیم و تربیت متخصصان در یاسد دانشگاه های افغانستان و کسای کارهای عملی کردن، همکارشون بیرون در داخل تعلیم دیدن، از خارج آمدن و چقدر متخصصین تربیت شدن، وضعیت چطور است؟ از این عرصه ما بسیار خوب بودیم. دانشگاه شخصی بسیار نقش عمده داشت. ما وجودم کمی و کاستی رو میمانیم در کل گپ میزنیم. دانشگاه شخصی ارتباطات یک پل ارتباطی بود با بیرون، با دیگه متخصصین. شفاخانه شخصی بسیار رشد کرد، وسایل بسیار خوب آمد، ادویه بسیار خوب آمد، روشای بسیار خوب آمد. به طور نمونه من گفتم میتونم که در اواخر ما در یک سال آخر کورسای بسیار خوب زیبایی در شفاخانه خود داشتیم که بیشتر از 40 نفر هر هفته می آمدن. 40 نفر بسیار خوب هم که دکتر باشه و متخصص باشه بسیار زیاد است. بله بله. ما همیشه تبادل نظر میکردیم، اینطوری که ما درس میدادیم تبادل نظر میکردیم، چیزایی که بود چیزایی که نو میآمد و این بسیار مؤثر بود. تا امروز ما گروه واتساپ خود داریم، دوستا هر مشکل پیدا میکنه در بین گروه میمونه و بسیار زود حل میشه. و یکی از پدیدهایی که ما تا امروز در افغانستان نداشتیم امی تبادل علم بود. بله بله. نالج اکسچنج که میگن ما اینو نداشتیم متاسفانه. هر کس برای خود میخوان، چپتر خود حفظ میکرد و کسایی که در پنده بود اونا تنها درس میدادن. اما هیچ وقت در بین سطح متخصصین ما تبادل نظر نداشتیم. فردا هر کس با خود میشرمید که اگر من یک مریض من مشکل داشته باشه چرا ارائه کنم، یا درست یا نادرست تداوی میکردن. اما فعلا امو فرهنگ از بین رفته. فرهنگ مشوره اومده در تبابت، فرهنگ از خودگذری اومده، فرهنگ تواضع آمده. اما سابق ما این مشکل چیزی نداشتیم، این فرهنگ نداشتیم. خوشبختانه این 20 سال آخر این خوبی خود داشت و امید است که این زیادتر شوه و این نگهداری شوه. ان شاء الله. خب دکتر صاحب، اگر روی موضوعاتی که مثلا ما گرچن در اولم پرداختیم، تغییرات فصل باعث می شد که یکی از هموطنان ما به مشکلات جلدی مبتلا شود، یکی از دختر خانوما زیادتر جلدشان بیشتر بخار می زنند، جوش می زنند، تداوی از چی راهی ممکن است؟ مثلا بعض ماسک های خانگی را خودشان از پیش خود یا از اینترنت مثلا می گیرند، رویش را یاد می گیرند، این چقدر می تواند تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد؟ می خواهیم اول از طرف آخر سوال بپردازم که اگر ما آب از دریا بگیریم قابل خوردن نیست. پس اینترنت منبع موثق معلومات نیست، خصوصا در تبابت منبع معتبر نیست. امی اواخر ما دیدم حتی از فیسبوک، امی تحقیق آخر کشته باز فیسبوک معلوماتی که است کمتر از 40% درست است. در این حدود بود، یعنی بقیش تمام شهر کس نظر خود داره. یک وبلاگ بسیار آسان جور میشه، یک وبسایت بسیار آسان جور میشه. پس هر کس جور میکنه نظر خود میده و متاسفانه فعلا ببینید که یک نظر خوب نوشته شده بسیار با امو ادبیات خوب نوشتش داخل میگه ای دوار استفاده کنه و دوا برند خودشان میباشه. آها، یک هدف پوش نهفته. یک هدف نهفته. به او خاطر کوشش میکنن هر چیز درست و نادرست با هم قاطی کنن و مکس کنن و بیارن در بازار. هیچ ماسک وجود نداره که تداوی خوب باشه. این به این خاطر میگم که پوست یک عضو است که نیمه قابل جذب است، از طرف بیرون بسیار کم مواد جذب میکنه. مثلا دوایی که جور شده دواهایی است که کمتر جذب میشه. امی کریم ها و پماد های شده یک تعداد کم دوا است. اگه تمام دوا به صورت کریم و پماد جور میشد ما نیاز به آمپول و نیاز به تبلت نداشتیم که خود خسته کنیم. پس یک تعداد کم دوا در پوست جذب میشه، حتی آب در پوست جذب نمیشه. اگه ما داخل آب میشیم با امید از اینکه تشنگی ما رفع شه، برای علاوه اینکه رفع نمیشه ما زیادتر توش نمیشیم، پوست ما زیادتر خود جمع میکنه، اجازه نمیده آب داخل شود. پس آب به اون نرمی خود داخل نمیشه، این ماسکا به این صورت داخل پوست نمیشه. خب برای علاوه اینکه تخریب کنیم، برای علاوه اینکه تخریش کنیم، برای علاوه اینکه عمرش کوتاه کنیم مشکل، و برای علاوه اینکه ما امو پولی که داریم از دست بدیم، مثلا لیمو میخریم، عسل میخریم و بادمجان رومی و همه چیزا رو میگیریم مکس میکنیم برای خود میمانیم، وقت خود ضایع کردیم، ساعت خود خراب کردیم، پول خود ضایع کردیم. درست. اگر یک لیمو یا یک عسل به صورت تنهایی خود یک دوای خوب می بود، پس کمپانی های دوایی که بسیار پشت دوا میکردن تا یک پماد خوب جور کنن درآمدشان زیاد شود بسیار زیاد جور میکنن. اما باز می بینیم که سالها تیر میشه یک پماد تغییر نمیکنه و خوشبختانه فعلا دنیا به طور شده که بس مالیکول مالیکول تحقیقات دارن کدام مالیکول مواد موثر است، کدامش
موزر است. به او خاطر این بخش میمانیم که هر دوستایی که استفاده میکنن از ایتر شون کوشش کنه یک مرتب کننده خوب یک زد آفتاب استفاده کنن. و میمانم مسئله شدت بخارها و جوشها استرس میتونه که زیاد بکنیش. بعض وقتا مریضا فصلی شکایت کردن، اما مشکلات عمده ای که با تغییر فصل ایجاد میشه، با خنک شدن هوا ایجاد میشه، با خشک شدن محیط ایجاد میشه، خشکی پوست است. یک تعداد دوستا، یک تعداد افراد پوست خشک داره است، تفلی کاتوپیک میگه، یک تعداد به خاطر دواهاش خشک شده. پیش اونو افراد خشکی پوست شدت زیادتر میشه، خصوصا زمانی که حمام میکنن پوستشون سوزش پیدا میکنه، خارش پیدا میکنه و یک قسم خاک پرک میشه، رنگش خود تیره تر نشون میده. او افراد میتونن که از لوشن های مرطوب کننده استفاده کنن یا از صابون استفاده کنن که حاوی مواد مرطوب کننده باشه. بسیار خوب دکتر صاحب، مراجعین شما بیشتر از کدام طبقه است؟ خانم هاست، مرد هاست، جوان هاست؟ خب میخوای یک آمار بگیره که کی زیادتر بر زیبایی شرط شده که دختر خانم هاست دیگه؟ ما چرخی اقتصاده گفتم که خوب فرن توقف است، کم تر شده، اما در کل در بخش های مختلف فرق میکنه. خب. در بخش برای زیبایی روی زیادتر خانم ها مراجعه میکنه، اما در بخش زیبایی موی زیادتر مردم مراجعه میکنند. در بخش امراض خارجدار زیادتر اطفال مردمای موسم مراجعه میکنند. در بخش بعض امراض که باز جوان هم کتگوری بندی شده، هر طبقه امراض خاص خود داره و به خاطر مشکل خاص خود مراجعه میکنند. خب در کل خانم ها به خاطر زیادتر مراجعه میکنند که مردها زیادتر مصروف هستند و به خود نمیخوان زیاد برسند، زیادتر مراجعه میکنند. اما در کل اگه بگیریم باز اطفال است، جوان است، موسن است، خانم است، مرد است، طفل است، همه میتونن مراجعه کنن. چقدر مهم است مراقبت از پوست و زیبایی و چقدر اهمیت داره دکتر صاحب در مجموع به صحت بدن، به طول عمر؟ پوست میگن آینه صحت است. به این معنی است که اگر یک فرد پوستش خوب میباشه، صحتمندتر از نظر روانی و جسمی و اقتصادی صحتمندتر نشان میده. یک فرد که صحتمند میباشه، در خانه خود میره، پوست خوب، خنده خوب داشته می باشه، از نظر روانی تمام فامیل خوش می باشه. یک کسی که خسته می باشه، یک فردی که از کار خسته به خانه میره، پوست خسته می داشته باشه، خنده و لب نمی داشته باشه، غیر مستقیم سر تمام فامیل تاثیر میکنه، با وجود که اقتصادشون هم شاید خوب باشه. پس پوست خوب همیشه نمونه شادابیت است، نمونه خوشی است و با دیگران ما خوشی را انتقال میکنیم، یک انرژی مثبت میتیم. و تحقیقاتی که نشان داده شده میگه کسایی که پوست خوب داره، پوست روشن داره، موی خوب داره، اونا کمتر جریمه میشه، حتی به این حد تاثیر داره. اگر در دریواری است، حتی در امتحان این تحقیقات شده، در امتحان استاد یک کسی که پوستش خوب است، مویش خوب است، او را گیر میکنن، کمتر نمرش کم میکنه. این تحقیقات است که غرب دیگه زیاد تحقیقات کرده، حتی به این اندازه موثر است، تاثیر خود داره. ما همیشه یک کسی که چهره خوب داره میخوایم که قصه کنیم، به هر نحوی که باشه قصه کنیم، بشینیم، اما یک کسی که خسته و افسرده است و چهره اش هم همون تو خدا نگاه نتونسته، میخوایم که زودتر مجلس ترک کنه. چون خب دکتر یک تماس هم داریم. بسیار خوب، بسیار خوش اومدید، وقتتون بخیر. سوال خود دکتر صاحب مطرح کنین. تماسون خط شد. خب بالاخره چون بار اول و روز اول هست، دوستایی که در داخل در خارج افغانستان بیننده برنامه است، ما قول دکتر صاحب میگیریم که یک شنبه ها یا خود دکتر صاحب یا اگر فرصت نداشت از همکارای مجربتون را مجرب نیست مجرب یک وقت کس نمی مجرب همکارای با تجربه تون ان شاء الله این قول دکتر صاحب میدین ان شاء الله. و چون بحث خیلی عمیق است، بحث هستیم خب طرف و طرف سرک از خاطر قصه نمی کنه سو وقت اگر خواب می. بسیار عالی، خوشحال شدم دکتر صاحب. در اخیر پیامشو برای خانواده ها، برای جوانان عزیز چی هست؟ ان شاء الله بعد از این یک شنبه ها روی هر موضوع مشخص صحبت میکنیم و شماره های تلفن ما هم فعال هست، 02205344 02205388. بسیار خوب، بفرمایید. تماس داریم، اگر صحبت کنیم از دکتر صاحب سوال. تماس هم قطع شد. خب مک بله تماس هست هنوز. صدای ما رو داریم؟ بله صدایتان دارم. سوال دارن از دکتر صاحب، سوال خود مطرح کنین. دکتر صاحب می روی من می زیادگی داره، اما دیگه بخار میکنه. چند سال هستن خوار؟ دیگه سوزش می داشته باشه دکتر صاحب. دکتر صاحب میگه چند ساله هستین شما خوار از این؟ تشکر. شما خب متوجه نشدم، متاسفانه. خیر باشه.
موهای اضافی یکی از فاکتورهای تشدیدش تغییرات هورمون است. متاسفانه در بعض دختر خانم‌ها این تغییرات هورمون پیدا میشه، هورمونای مردانه بلند میره که باعث میشه تا موهای اضافی پیدا شه، موهای سر کم شه، جوش پیدا شه، مساومات پوست خود بزرگ کنه، وزن گرفتن در تنه پیدا شه و بی‌نظمی عادت محبت پیدا شه و بالاخره یک از مشکلات بسیار خرابش که مریض بسیار تندخوی میشه، مریض بسیار پرخاشگر میشه و این سبب میشه تا در فامیل یک بی‌نظمی ایجاد شه. مریض فامیل فکر میکنه که یا شق میکنه یا از خاطر اخلاق بعدش است، اما او به خاطر تغییر هورمون است که کس متوجه نمیشه و گاهی گاهی سبب افسردگی میشه، امراض روانی میشه که باید پیش از این مریضا معاینات هورمونیک صورت بگیره. بعد یک تداوی حداقل 6 ماه کار داره تا تمام مشکلاتشان رفع شود. درست. مشکل خواهر ما یکی فکر موی بود در دست تا تمام سوزش هم خب سوزش هم دیده میشه که آیا کدام مواد استفاده میشون قطع کردن، کدام کریم سر خود استفاده میکنن نمیکنن، پوستشان خشک است با وجودی که بخار داره، گاهی پوستای با وجودی که چربی میداشته باشه رطوبت نمیداشته باشه. این یک تعریفی است که اکثر مردم بر قبول کردن سخت است. پوستا چرب است اما رطوبت نداره، احساس خشکی و سوزش میکنن. اونا پیش متخصص مراجعه میکنن، میبینن که در کدام حالت است پوستشان، آیا مواد مرطوب کننده پوستشان تکمیل است یا نه، کدام دوا استفاده کردن نکردن، با چی حساسیت دارن با صابون. دکتر سوی یک تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم، چرا خوبه؟ وقت شما بخیر برادر عزیز، سوالتون رو مطرح می‌کنید دکتر سوی؟ شما رو زحمت دارید مشترک تکنیکم استتوتو. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. دکتر سوی صبور صابر، دکتر بسیار لایق مهربان و بخیر، می‌خواستم یک چند کلمه را تاثیر این تکلیف مریضی و سلطان می‌کنم. بفرمایید. بله. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. سوال ما عزیز تمثیلی قانم از من دختره که من دونیم ساله هست. ما میخواستم بیرمید تکلیف موهای پای زیاد شده، فقط میگید فکر میکنید که یک تسل بلوغی رسیده دیگه، نمیخوام که از تمثیل دوا از آب و هوا چیز اینمی سوال هم پیش میکنم بیرمید ما چی رقم کنم در اینجا برای من نظر میتون یا دمای نخوانی جنب امید تکلیف دوباره اگر مطرح کنیم میگم پاهاشان خردسال هم هست موی زیاد داره موهای پا گفتین درست؟ بله 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 بسیار خوب. در فامیل کسی دیگه همین رو داشته از طرف مادر و از طرف پدر؟ کسی دیگه هم در فامیل مشکل داشته محترم؟ دخترک من دیمیتواله. درست. برادر عزیز در فامیلتون کسی دیگر هم همچون مشکل داشته؟ نه خیلی دیگه کس مشکل نداره، صرف یعنی دخترک من ساده کنم این دوا زیاد میخواد برای این تکلیف تیر کرد من بگیم پسیل دوا نباشه. از طریق تلویزیون جواب شنونده باشه. تشکر برادر عزیز. تشکر شما. تماستون رو قطع نکنید، با همکاران بخش تکنیکی ما در ارتباط باشید. ظاهرا تماس دکتر سیف فرناز شمارهشون پیش همکارای ما نیست، ان شاء الله بعد از برنامه شمارهشون در اختیار همکارا قرار میدیم. دوستایی که میخواین خصوصی با دکتر صحبت کنن به شفاخانه شون مراجعه بکنن، با او شماره تماس زنگ بزنن، وقت بگیرن و آدرسی کامل. پرمویی در بعض اطفال می باشه، بعض اطفال پرمویی پیدا میکنه قسمت های بازو، پشت شانه و پاها. این زیاد چیز مشکل نه، یعنی مشکل جدی نیست، با گذشت سن اکثرا خودش خوب میشه. و یک تعداد افراد ارثی پرمویی می داشته باشن، مثلا ده که از اجدادشان یا عمه، خاله و از طرف چیز می باشه بزرگتر از یا مادر کلان ها میتونه که این مشکل داشته باشه. فعلا پرمویی یک مشکل نیست که ما زیاد سرش جدی نگران باشیم، نگرانش باشیم. این آینده برای آینده چون راه های مختلف وجود داره، تداوی های مختلف وجود داره. زمانی که طفل کلان میشه به بلوغ میرسه، تغییرات هورمونش پیدا میشه، احتمال است که اما هورمون زنانه بلند میشه، خود موها از بین میره، احیانا اگه درصدی کمشی از بین نمیره باز روش های تداوی وجود داره. پس با برادر محترم باید خاطر جمع میدیم که از حال قابل تشویش نیست، پریشانش نباشین، پریشان تغذیهش باشین، فعلا پریشان اونمو موارد دیگه باشین که یک طفل خوب رشد کنن. درست. یعنی قابل نگرانی نیست انشالله؟ نه خیر انشالله. بسیار خوب. انشالله که دوست از ما همچنان شنونده و همچنان بیننده برنامه بوده باشن و مشکلشان حل شده باشن. بله 0-20-250-34-44 و 0-20-250-38-88 در دقایق بسیار کمی که باقی مونده دکتر صاحب در جریان عظیم میشه شما پیام خود برای خانواده ها و برای جوانان عزیز بیان بکنید. خوب یک پیام کوتاه دارم که پریشانی آخر نباید سبب شود تا زندگی ما تغییر کنه، تغییر منفی کنه. ما باید امیدوار باشیم و تپ و تلاش کنیم. هیچ ملت نشده که ما بگوید که کس دیگه بر ما میسازه، این وطن خود ما میسازیم. سیستم های سیاسی تغییر میکنه اما ملت به جای خود است.
یگانه چیزی که فعلا ما سرش کوشش کنیم چرخه اقتصادی مملکت است که باید جوانا کلگی دست به دست هم بده کوشش کنه و از فرار مغزا از وطن جلوگیری کنیم، چون یگانه مشکلی که ما فعلا داریم فرار مغزا از افغانستان است و ما امو کادرای خود از دست میدیم. متاسفانه که پس جبران نمیشه، اقتصاد جبران میشه، سیاست جبران میشه، ساختمان جبران میشه، اما کادرایی که ما از دست میدیم بله. این جبران نمیشه. پس کوشش کنیم که در وطن بانیم و با مردم خود بانیم.